فصل پنجم مناظره استفان شندروف اکنون از مهمانانی که در بحث ما شرکت نکرده اند تقاضا می کنم پرسش ها و نظرهایشان را در خصوص دو گزارش یاد شده مطرح کنند آقای بیبار لطفا افتخار شروع بحث را به ما بدهید لوران بیبار سپاسگزارم. در آغاز باید بگویم که دو بحث گذشته و مزامین مختلف مرتبط با آنها حقیقتا در خور توجهند. من هم با این نظر موافقم که مسئولیت پذیری و اخلاقیات همواره دو مقوله مهم به شمار می آیند. اگر کسی بگوید کاری از دستم بر نمی آید و یا فلان کار ارزش انجام دادن ندارد چون جهان بد شده است این سخن ناشی از مشاهده عینی نیست بلکه نوعی تصمیم گیری است. به نظر من صرف نظر کردن از کاری و کنار کشیدن خود از انجام آن نوعی تصمیمگیری به شمار می آید. بی تردید گفتن آن ساده است اما چنان چه تصمیم بگیریم تسلیم نشویم این کار چندان آسان نخواهد بود. این موضوع را البته بیشتر باز خواهم کرد. به عقیده من تسلیم شدن نوعی انتخاب است و همان گونه که با صرف جویی های اندک می توان به اندوخته های بزرگ دست یافت با تصمیم های کوچک هم در نهایت می و انجام کارهای بزرگی نائل شویم به سخن دیگر کارهای روزانه ما نشانه تصمیم گیری برای رعایت یا عدم رعایت اخلاقیات است نکته مهم در خصوص برخی معلفه های مطرح شده از سوی خانم ایوان گرامبولان به ویژه در ارتباط با حادثه سفینه فضایی چلنجر این است که آگاهی مشخصه اصلی افشاگری به شمار می رود. برای این منظور دو مثال ذکر می کنم که یکی از آنها به اندازه حادثه چلنجر روشنگر و مهم است و مشکلات ایجاد ارتباط را آشکار می سازد. در خصوص حادثه سفینه چلنجر خانم ایوان گرامبولان به نکته مهم اشاره کرد. بیتوجهی به هشدارهای گوناگونی که نه فقط دو یا سه روز پیش از تصمیم نهایی برای پرتاب سفینه در 1986 بلکه در آغاز این برنامه داده شده بود از 1977 همه میدانستند که بوسترها و محورهای جانبی این سفینه فضایی ممکن است مشکل آفرین شوند. حال این سوال پیش می آید که چگونه متخصصان امر که در اوج مهارت‌های فنی، علمی و نوآورانه بودند، توجهی به این اطلاعات نکردند. خانم گرانبولان موضوع ارتباط میان مهندسان و مدیران ناسا را هم به میان آورد. بنابراین پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که چگونه میتوان در سازمان از وجود یک اشکال پرده برداشت؟ به عبارت دیگر آیا برای افشای مسئله باید نخست آن را آشکارا مشاهده کرد. فکر نمی کنم که این کار فقط نیازمند شجاعت باشد. به نظر من مشاهده ملموس امور اساسا کار دشواری است. حل و فصل موزل کار آسانی نیست و همان گونه که دیدیم بیان آن حتی دشوارتر است و تلاش برای مطرح کردنش توسط دیگری هم به همین اندازه سخت است. از این رو آیا باید مسئله را فقط به چشم دید؟ در اینجا مشکلی وجود دارد که میتوان از منظر فلسفی آن را معزلی هستی شناختی نامید. در ساختارهای جمعی عاملی وجود دارد که سبب می شود برخی معلفه ها از نگاه محتاطانه دستن در کاران دور بمانند. بنابراین باید کوشید آنها را آشکار کرد و همین که مشخص شدن با مشکل دوم روبرو می شویم که حتی پیش از تصمیم به حل و فصل معضلات بروز می کند و آن رسیدن به این مرحله است که بپذیریم اینها حقیقتا معزلند اما آشکارسازی این مشکلات کار بسیار سختی است خوب است یادآور شوم که پس از واقعه سفینه چلنجر در فوریه 2003 رخداد فاجعه آمیز مشابهی با چندین کشته پیش آمد که باز از سوی ناسابی اهمیت تلقی شده بود این رویداد فاجعه سفینه کلمبیا است. در خصوص این حادثه باید توجه داشت که ناسا 15 روز برای تصمیم گیری به منظور برگرداندن آن از جو پرتاب آتلانتیس و در نتیجه نجات جان فضانوردان فرصت داشت. اما در نهایت چون این تصمیمی گرفته نشد. به همین دلیل نمیتوان با قطعیت گفت که با شناخت کامل علت میتوان به درستی تصمیم گیری کرد. نکته که مایلم در اینجا اضافه کنم این است تا زمانی که اتفاق رخ نداده است ما در عدم قطعیت به سر میبریم موضوعی که آقای بالوت هم به آن اشاره داشت با این همه نمیدانیم قطعا چه پیش خواهد آمد و از این رو فقط بر اساس احتمالات استدلال می کنیم بنابراین آنها فقط احتمالاتند بیشک موجودات و اتفاقات هم چیزی جز ممکنات نیستند آگاهی همه ما انسانها به راستی محدود است. فقط خداست که حتی پیش از وقوع رخدادی از ماهیت آن کاملا آگاه است. افشاگری همواره نوعی شک و شرط بندی را با خود دارد. بنابراین معتقدم از میان مباحث این نشست، عدم قطعیت، مشهود بودن یک موزل و تخصص در موضوع نقش کلیدی دارند که آنها را بعدن به بحث می گذارم. پریسیان قانم مایلم از خانم ژن اوان گرامبولان سوالی کنم زیرا درباره نقش سندیکاها در شرکت صحبتی نکرد در حالی که پیرو و توضیح لوران بیبار میتوان گفت که وجود نمایندگان کارکنان یا سندیکاها برای طرح دائمی پرسش ها سبب می شود تا مسائل حل و فصل شوند و فقط نقش آنها دادن اطلاعات نیست ژنویو ایوان گرامبولان کاملا درست میگویید در ارتباط با موضوع شرکت برق فرانسه که به وسیله آلن بالوت شهر داده شد کنفدراسیون عمومی کار از راه نامنگاری با آقای رافارن کوشید تا این مدیر را که پس از افشاگری اخراج شده بود به سر کار بازگرداند در فرانسه سندیکاها در امور سازمانها نقش دارند در ایالات متحد اتحادی های کارگری نقش اندکی را ایفا می کنند. اما سازمان های حامی افشاگران برای مشاوره وجود دارند و نهادهای های حمایتگر که وابسته به نظام فدرالند بیش از پیش جای خود را باز کرده اند. در این میان می توان به دفتر مشاوره خاص اشاره کرد که طی مصوبه قانونی در 1989 به منظور حمایت از افشاگران به وجود آمد و مراجع کنندگان را ناشناس و گمنام نگه می دارد. این امر برای ممانعت از اقدامات تلافی جویانه و یا مقابل به مثل بسیار با اهمیت است. از این رو نقش سندیکاها در کشورهای مختلف فرق می کند. آقای بویتنن نیز نظر سندیکاها و همچنین وکلا را درباره وضعیت خودش جویا شده بود و حتی از نگرش دینی هم بهره گرفت. روی کرده او در افشاگری به واقع روشی التقاطی و انتخابگرا به شمار می رود. در خصوص توضیح لوران بیبار پاسخم را با جمله آمیانه می دهم. مت به خشخاش گذاشتن برای اثبات موضوعی ممکن است ضرر هنگفتی را به بار آورد. به سخن دیگر، اگر مقیاس های خطری که بنا می کنیم بسیار پیچیده و بیش از حد اقلانی و متکی بر مسائل فنی باشد، عقل سلیم کم کم در این میان محو می شود. درباره سفینه فضایی چلنجر توضیح دادم که مشکلات چند سال پیش از حادثه بروز کرده بودند. چندین پرواز آزمایشی شدند. پرواز 51 ای در 24 ژانویه 1985 و پرواز 51 F در 12 فوریه 1985 و غیره. گروهی متشکل از پنج مهندس هم به سرپرستی بویس جلی گزارش مشروحی را در اکتبر 1985 آماده کرده بود. آخرین تاریخ پرتاب سفینه مربوط می شود به پرواز 61 A به تاریخ 3 اکتبر 1985. بنابراین نمی توان گفت که خطر را شناسایی نکرده بودند. خطر به واقع مشخص شده بود و موضوع اصلی ارائه گزارش داخلی ناسا بود. از این رو روی کرد بویس جالی در وهله نخست افشاگری داخلی به شمار می آید و بعد از آن به افشاگری بیرونی در برابر کمیسیون راجرز هم می پردازد. این رویداد همچنین مشکلات ناشی از نگرش فنی در کنار مسائل دیوان سالاری را در سازمان ناسا برای امر تصمیم گیری آشکار می سازد. جنبه دیگری که در شرح هم به میان نیاوردم ولی معمولا هنگام صحبت پیرامون این موضوعات از روی عادت بیان می کنم مبحث مسئولیت جمعی است. در مثال چلنجر همایشی بزرگ برای گرد آمدن شماری از مسئولان برگزار شد. به هنگام این قبیل اقدامات و تدارکات به کلی فراموش میکنیم چه کسی در مرحله آخر تصمیم میگیرد زیرا همه خود را موظف به اعلام نظر موافق میبینند و چون این قلم داد می کنن که دیگران کار را انجام میدهند و خودشان هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارند. در نهایت هم هیچ کس نمی پذیرت که خودش چون این تصمیمی گرفته است. هنگام تدریس به دانشجویان همیشه بر این جنبه از امور تاکید کرده ام. تک تک افراد شخصا مسئول تصمیم گیری در جمع اند و نمی توانند خود را از جمع جدا بدانند. در که این نکته به راستی مهم است. آلن بالوت در خصوص افشاگری توجه به مجموع معلفه ها ضروری به شمار می رود. نخست نفس کار افشاگری و دوم کسی که نزد او به افشاگری می پردازی. برای مثال می توان با فروش مطالب به نشریات افشاگری کرد و حادثه ناخوشایند را موجب شد. پرسشی که بیدرنگ پیش می آید این است. چگونه وقای بیان که دیده یا درک شوند از پیش روی ما می گذرند؟ در حالی که همه از آن با خبرند. معتقدم که ما با پدیده روانشناختی از نوع عدم آگاهی سر و کار داریم. وقتی در جمعی قرار می گیریم، چند موضوع به دست فراموشی سپرده می شود. مثالی که می توان درباره پدیده عدم آگاهی به میان آورد، واقعی نیروگاه چرنوبیل است. همه به خوبی می دانستند که این نیروگاه هر لحظه می تواند معزل عظیمی را به بار آورد. همه ما در مقابل این خطر احتمالی در نوعی عدم آگاهی به سر می بردیم. به همین دلیل هیچ کس در خصوص آن اقدامی نکرد. استفان شندروف پیش از آنکه شرکت کنندگان همایش در این باره صحبت کنند، مایلم سؤالی را مطرح کنم. آلن بالوت به آین نامه های شرکت ها در خصوص اولویت های ارزشی اشاره داشت. برای فرد افشاگر بسیار سخت است که بداند چگونه باید در برابر جمع رفتار کند استدلال آقای بالوت این بود که بار اخلاقیات شرکت بر دوش مدیران است و آنان باید قوین اعتقادات و اصول اخلاقیشان را مشخص سازند تا کارکنان شرکت هم به آن پای بند باشند اما ارتباط میان فرد و جمع اغلب به شکل تقابل و مخالفت با یکدیگر است با توجه به تجربیات شما چگونه میتوان ضرورت روزافزون اخلاقیات فردی را درک کرد اخلاقیاتی که بازتابش در رفتار تک تک کاران شرکت و همچنین در اخلاقیات کل شرکت که برایند رفتارهای افراد تشکیل دهنده آن است به چشم می خورد. آیا باید ارزشهای مدیران را دنبال کرد؟ یا لازم است این ارزشها برایندی از مجموع رفتارهای اخلاقی کارکنان شرکت باشد؟ چه کسی مایل است این پرسش را پاسخ بدهد اگر حتی بپذیریم تضاد میان گروه و فرد نکته اصلی این قضیه است به هر حال باید ساز و کاری را برای نزدیک کردن این دو دیدگاه متقابل بیابیم آلن بالوت من درباره ارزش ها قبلا پاسخ دادم ارزش های جدید وجود ندارند و همان هایی که از 2500 یا سه هزار سال پیش بودند مانند شرافت، شجاعت، روشنبینی و سخاوت باید دید آیا دستن در کارانی که بر اساس میارهای شرکت کار می کنند اصلا آنها را به اجرا میگذارند یا خیر منشورها یا آین نامه های اخلاقی سازمان ها به نظر من مزهکند زیرا یک شرکت نباید فقط به حرف بگوید که شرافت را رعایت می کند مشتریان، کارکنان، و سهامداران خود می توانند درباره شرافت کارشان به قضاوت بنشینند. برای موفقیت پروژه‌ای در شرکت ممکن است سهامداران عمل کردن به چند ارزش خاص را ضروری و مناسب تشخیص دهند. البته اگر بتوان نام ارزش را بر آنها نهاد. با توجه به ماهیت کاری که دارم می توانم چند رفتار را اولویت دهم. برای مثال شرکت هایی وجود دارند که نوآوری را ارجح می دانند و برخی دیگر به گروه های خود مختار و کمتر متمرکز برتری می دهند که لازمه اش برخورداری از توانایی برای ابتکار و سازگاری با بسترهای محلی است. به همین دلیل می توانم بگویم که برای موفقیت شرکتم فلان یا بهمان ارزش با اهمیت است. به بیان دیگر در محیطی نوآوری را ارجح میدانم و در محیطی دیگر قوه ابتکار عمل در برابر مشتری را برتری می دهم. نقطه که در موفقیت پروژه شرکتی نقش مهمی را ایفا می کند این است کسی که در پروژه با هر ماهیتی حضور دارد باید بداند وارد محیطی شده است که بر پایه توانایی یا ویژگی رفتاری خاصی که آن شرکت می قضاوت می شود و جایگاهش در شرکت هم طبق همان میارها ارتقا می یابد. اما ابلاغیه هایی که شرکت ها بر اساس آین های اخلاقی درباره شرافت آلوده نشدن به فساد مالی و غیره ادعا می کنند از نظر من بسیار آزارنده اند. شرکت نمی تواند بر مبنای این گفتارها مخاطب پیدا کند. بلکه بر پایه بکار بستن عملی راه های محدود سازی و جلوگیری از فساد قادر به ایجاد ارتباط است و بر اساس نتایج به دست آمده هم قضاوت می شود. البته نباید فراموش کرد که برخی شرکت ها این آین های اخلاقی را واقعا اجرا کرده اند به خصوص آنهایی که با اجتماعات سر و کار دارند یا عمل به اصل سهیم بودن در کارها برایشان مسلم تلقی می شود علت تهیه چنین آین های تأکید هایی تاکید بر این نکته است به خدا سوگند که در کار ما فساد مالی وجود ندارد اما ساز و کار به اجرا گذاشته شده به واقع شیوه زیرکانه برای معافیت مقام ارشد فاسدی از قصد فساد است. آن هم از طریق قرار دادن عوامل سطوح پایینتر سازمان در موقعیتی که با پذیرش خطرهای مرتبط از نظر فساد پذیری محدود شدند. همچنین برخی آین نامه ها و روش های اخلاقی از نظر کارکنان کاملا ریاکارانه اند. از این رو وضعیتی را دامن میزنند که همه روشهای اخلاقی دیگر بیارزش می شوند. به همین دلیل معتقدم که اندیشیدن درباره راههای عملی به اجرا درآوردن راهکارهای مقابله با فساد نیز سرپرستی درست مجموعه افراد در شرکت حقیقتا امری ضروری به شمار می رود. <applause> لوران بیبار کاملا با نظر آقای بالوت موافقم و باور دارم که این آین ها به واقع اثرات ابلاغیه ها را خونسا می کنند یا سبب می شوند انگشت همگان به سوی فردی معین نشانه رود مانند شرکت انرون که ادعای اخلاقی بودن دارد یا داشته است به قاعده درآوردن این ادعاها کافی نیست و در نهایت خطرناک هم هست استفان شندروف پس به نظر شما چه کسی باید این قواعد را رعایت کند؟ مدیران، مجموعه کارکنان، چه کسی حامی این ارزش هاست؟ <applause> لوران بیبار برای لحظه می خواهم خودم را به جای مشاور بگذارم. وقتی من در زمینه ای خاص کار می کنم چنانچه قواعد یا آین نامه کاربردی با فعالیتم مطابقت نداشته باشد کارایی لازم را نخواهد داشت. بنابراین این قواعد باید به نوعی از همان کسانی سرچشمه بگیرد که روی آن زمینه خاص کار می کنند. نه آنکه از رأس سلسله مراتب سازمانی صادر شود کارایی و معنای آینامه در گروه این است که افراد دخیل دست کم تا حدودی به مفادش پایبندی واقعی داشته باشند به سخن دیگر افرادی که قواعد را پایه میگذارند و با پردازش عملی محتوا و مفهومشان به واقع آنها را تشریح می کنند در ایجاد باور به چنین آیین نقش دارند به عقیده من معنای رعایت اخلاقیات را می توان چنین خلاصه کرد هرگاه شرکتی موفق باشد علت این موفقیت کیفیت آن شرکت است و از این رو می توان آن را با واژگانی مانند خوب یا بد مناسب یا نامناسب توصیف کرد البته توضیح این نکته کار عظیمی را می طلبد استفان شندروف اکنون نوبت هزار است تا در این بحث شرکت کنند یکی از حاضران در جلسه قصد ندارم پرسشی را مطرح کنم بلکه مایلم مثالی را بگویم که بر اساس تجربه ملموس و شخصیم است و به نظرم ارزش شنیدن دارد این مثال به مقوله اخلاقیات در شرکت و نه اخلاقیات شرکتی که البته نکته درخور توجه دیگری است مربوط می شود چند سال است که شرکت خصوصی فرانسوی سازنده خودرو با مشکلی جدی در خصوص تأمین قطعات یدکی خودرو دست و پنجه نرم می کند. این موزل را قاچاقچیان خورده پای بیرون از سازمان به وجود آورده اند. آنان این قطعات یدکی را که در خطوط منتاج خود رو روی هم سوار می شوند با قیمت بالا تأمین می کنند. من در سمت مدیر کل شرکت مسئول پیگیری این قضیه بودم و چند اقدام عملی و ملموس برای نظارت بر امور درون شرکت را به کمیته اجرایی پیشنهاد دادم در بیرون از سازمان این موضوع دیگر به نیروی انتظامی مربوط میشد یکی از اقدامات پیشنهادی میتوانست با همکاری سندیکاهای کارگری انجام پذیرد و از 100 یورو جریمه تا اخراج فوری کارکنان خلافکار را شامل میشد ریاست شرکت پس از آگاهی از این پیشنهاد گفت این پیشنهاد واقعا عالی است و کاربردش را در شرکت عمومی خواهیم کرد به طوری که مسئولان خرید، حسابداری، معاملات بین المللی، وکلای مربوط و غیره را شامل شود خطکشی سفیدی که برای این منظور قرار می دهیم پرداخت 100 یوروست همه کارکنان باید بدانند که اگر پا را از این خط سفید فراتر بگذارند دیگر نمی توانند جزی از شرکت ما باشند من نام این روی کرد را اخلاق عملی و اخلاقیات در شرکت میگذارم. البته این اقدام معذر رعایت اخلاقیات در شرکت را به کلی حل و فصل نمی کند. اما به گمانم با این تدبیر احتمال انجام رفتاری از سوی مدیر که قاعده وضع شده و به اجرا درآمده را نقض کند کمتر می شود و حتی دیگران را هم به رعایت آن ملزم می کند. به عقیده من همانگونه که بعضی از سخنرانان این نشست هم گفتند، آئین نامه های اخلاقی اهمیت چندانی ندارند بلکه روی کرد مدیران و خواسته همگان در همه سطح مهم به شمار می روند. بعضی ها می گویند شرکت ماهیت اخلاقی ندارد اما به اخلاقیات نیاز دارد زیرا بدون آن هرز می رود. به عبارتی شرکت بدون اخلاقیات قارت و چپاول می شود. آقای بالوت به خوبی اشاره کرد که قواعد اخلاقی از مدت ها پیش دست کم از عصر مسیحیت و حتی پیش از آن وجود داشته است. آنچه اهمیت دارد، عمل کرد و روی کرد مدیران و همچنین همه سلسله مراتب سازمانی در شرکت است. این مثالی بود که میخواستم مطرح کنم. <applause> یکی از حاضرین در جلسه دو سوال دارم. سوال اول درباره ارتباط میان اخلاقیات نظری، اخلاقیات عملی و مسئولیت اجتماعی شرکت است که خانم ایوان گرامبولان به آن اشاره داشت. آیا به عقیده شما میان این سه پیوندی وجود دارد؟ سوال دوم که کلی است به صحبتهای آقای بیبار مربوط می شود. هنگام بحث درباره اخلاقیات فردی چه ارتباطی میان اخلاقیات فردی و مفهوم تصمیمگیری وجود دارد؟ آیا ساز و کار تصمیم اساساً فردی است یا جمعی؟ استفان شندروف لطفا دو پاسخ سریع بدهید زیرا این دو سوال دامنه وسیعی دارند <تصفح> لوران بیبار ترجیح می دهم فعلا در این خصوص حرفی نزنم و به بعد موکول می کنم <تصفح> جنویو ایوان گرامبولان در ارتباط با مسئولیت اجتماعی شرکت باید بگویم که من با چند نکته آقای بالوت موافقم نباید به دنبال خصایص فرشت آسا بود لازم به یادآوری است که چارچوب های مشخص اخلاقی از مدت ها پیش حضوری قوی داشتهاند و مسئله مهم عینیت یافتن آنهاست به همین ترتیب همان گونه که همیشه گفته ام هم ما معمولا از شرکت انتظار انجام وظایف بیش از توانش را داریم که حتی به فعالیتش هم مربوط نمی شود. در ایالات متحد بحثی بسیار داغ میان هواداران لیبرالیسم افراطی از نوعی که میلتون فریدمن میگوید و هواداران تبدیل شدن شرکت‌ها به مراکز پشتیبانی در گرفته بود دسته دوم معتقد بودند که شرکت‌ها باید از صاحبان سهام جزء برخوردار شوند تا بیش از پیش به درون زندگی اجتماعی مردم راه پیدا کنند به عبارت دیگر افراد در قالب صاحبان سهام جزء کم و بیش به طور غیر مستقیم در خصوص عملکرد شرکت بی تفاوت باقی نخواهند ماند. بنابراین صاحبان سهام جز از سهامداران مستقیم شرکت متمایزند و از این طریق دایره افراد زینف در شرکت هم گسترده می شود و شرکت فقط روی جمعیت های محلی سرمایه گذاری نمی کند بلکه کل اجتماع را در نظر می گیرد. اما در فرانسه برای مثال، شرکت قطارهای مسافربری روی شهرداری های هومه پاریس سرمایه گذاری کرده است. مسئولیت اجتماعی یک شرکت چیست؟ پاسخ من این است که نخست باید این مسئولیت را محدود کرد. زیرا لازم است یادآور شویم که اولین هدف شرکت و شرط بقایش سوددهی است. شرکت در وهله نخست ابزاری اقتصادی به شمار می آید. چرا اخلاقیات در کار شرکت دخالت کند؟ کاملا با نظر آقای بالوت موافقم. اخلاقیات عملی اخلاقیات تراوش شده از یک شرکت نیست. اخلاقیات یک سازمان از بیرون شرکت نشأت میگیرد. زیرا هر شرکت گروهی انسانی به شمار می آید. برخی نهله های دینی مانند مذهب کاتولیک هم بر این امر پافشاری می کنند که شرکت به واقع اجتماعی برای کار و فعالیت شمرده می شود. از این رو می که ویژگی جمعی بودن شرکت در فردگرایی کاتولیک حضوری پابرجا دارد. بنابراین به مفاهیم اخلاقی جمعی و گروهی می رسیم. در چنین گروهی ارزش مشخص شده اند و هر کس مسئولیت هایی را بر عهده دارد. اما نباید توقع زیادی از شرکت داشت. شرکت هیچ مسئولیت مستقیمی در خصوص مسئولیت جزایی اشخاص معتقد به اخلاق ندارد. مگر آنکه فردی معتقد به اخلاق با توجه به اصلاحات اخیر در قوانین جزایی تحت پیگرد دادگاه قرار بگیرد. این موضوع البته در نگاه اول تعجب برانگیز به نظر می آید و البته درباره اش با اندازه کافی صحبت کرده ایم.